سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری ترکیه بر ادامه جنگ در شمال سوریه. اردوغان مذاکره با کردها را رد کرد. چشم‌انداز اقتصاد ایران تیره‌تر از پیش‌بینی‌های قبل. صندوق بین‌المللی پول نرخ پسرفت را 9.5% برآورد کرد. 11 نفر رفتن بیمارستان امام حسین، ولی خیلی اونجا بودن که خودشون رفتن درمانگاه‌های فلانجای تهران. و مسمومیت غذایی ده‌ها دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشجویان اعتراض کردند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ترکیه درخواست‌ها برای آتش‌بس در شمال سوریه را رد کرده. رجب طیب اردوغان میگوید حمله نظامی به نیروهای کرد به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه ادامه خواهد داشت. آقای اردوغان گفته هیچگاه با کردها مذاکره نخواهد کرد. او بار دیگر تاکید کرده که می‌خواهد یک منطقه امن در مرز سوریه ایجاد کند. همزمان از یک سو مقام‌های عالی رتبه آمریکا و از طرف دیگر رئیس جمهوری روسیه می‌خواهند تا راهی برای پایان دادن به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه پیدا کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان. گفته‌های او درباره ادامه داشتن حملات به کردهای سوریه با تشویق نمایندگان روبرو شد. برای اینکه سریع‌تر به راه حل برسیم، پیشنهاد میدم همه تروریست‌ها سلاح‌هاشون رو زمین بذارن و همین امشب منطقه امن رو ترک کنن. آقای اردوغان درخواست کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده برای آتش‌بس را بار دیگر رد کرد و گفت هیچ وقت در تاریخ ترکیه مقام‌های این کشور با سازمانی به گفته او تروریستی سر یک میز ننشستند. ترکیه بعد از تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از شمال سوریه از یک هفته پیش عملیات نظامی را با نام چشمه صلح علیه کردهای سوریه آغاز کرده. رئیس جمهوری ترکیه گفته تنها در صورتی این عملیات پایان می‌گیرد که از منبج تا مرزهای عراق منطقه امنی تشکیل شود. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و مایک پنس معاون رئیس جمهوری این کشور به آنکارا سفر می‌کنند تا رجب طیب اردوغان را به برقراری آتش‌بس متقاعد کنند. آقای اردوغان ابتدا گفت با آنها دیدار نخواهد کرد، اما بعد از چند ساعت گفت با آنها ملاقات می‌کند. او پیشتر به همتای آمریکایی خود گفته بود هرگز در شمال سوریه آتش‌بس اعلام نخواهد کرد. واشنگتن هم بعد از آن تحریم‌های علیه ترکیه اعمال کرد. ما نسبت به ترکیه و خیلی های دیگه سختگیر بودیم. اونا باید صلح و امنیت رو برقرار کنن. ببینیم چی میشه. هیئت آمریکایی به ترکیه میره. ما خواستار آتش‌بس هستیم و سخت‌ترین تحریم‌هایی که فکر کنید رو علیه ترکیه اعمال خواهیم کرد. در این میان روسیه هم گفته که برای برقراری توافقی میان ترکیه و کردها تلاش خواهد کرد. اولین سال نیست که توجه همه را به سیاست‌های خطرناک آمریکا و همپیمانانش جلب می‌کنیم. این سیاست‌ها به سقوط سوریه و جدایی کردها می‌انجامد. کرملین گفته با اینکه این حق را برای ترکیه محفوظ می‌داند که از خودش دفاع کند، اما حملات این کشور نباید به روند سیاسی در سوریه لطمه بزند. روسیه به همراه ایران از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. ولادیمیر پوتین که اخیراً به بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده، از رئیس جمهوری ترکیه خواسته در روزهای آینده به این کشور سفر کند تا درباره بحران پیش آمده در شمال سوریه با او گفتگو کند. رئیس جمهوری ترکیه ظاهراً این دعوت همتای روسیه خود را پذیرفته، اما هنوز مشخص نیست کی این سفر انجام خواهد شد. فرین آسمی، بی بی سی. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک با ماست. بهمن، به نظر میرسه که آقای اردوغان نظرش رو عوض کرد درباره دیدار با مقام‌های آمریکایی. یا دست کم مشاورینش میگن که از اولم در اون گفتگویی که کلیپش پخش شده و به نظر میاد که میگوید فقط با آقای ترامپ گفتگو میکنم و با دیگران نمیکنم، منظور اعضای هیئت آمریکایی با
بوده که دارن به ترکیه میرن غیر از آقای پنس، چون آقای پنس معاون آقای ترامپ داره میره، وزیر خارجه آقای پومپئو داره میره و همچنین مشاور امنیت ملی و نماینده ویژه آمریکا در سوریه. به نظر میاد که حداقل اطرافیان آقای اردوغان میگن که منظور اون که دیدار نمیکنن با اون اعضای دیگر هیئت بوده، ولی با آقای پنس دیدار خواهد کرد. به هر تقدیر اون چی قطعی است این است که فعلا موضع رسمیشون این است که این دیدار صورت خواهد گرفت و البته نشان از این است که روابط در شرایط بسیار بدی قرار داره. هم تماس تلفنی آقای ترامپ منجر نشده که آقای اردوغان نظرش رو تغییر بده یا سیاستش رو در سوریه یه مقداری انعطاف درششون بده، و دومی که تحریم هایی هم که آمریکا اعلام کرده و تهدید کرده بیشتر هم ممکنه بعدم بکنم، هنوز این نتونسته در محاسبه هزینه فایده آقای اردوغان تأثیری بذاره. باید دید که در این دیدارهایی که در 24 ساعت آینده قرار برگزار بشه آیا منجر به این خواهد شد که طرفین یه مقداری به هم نزدیکتر بشن. فعلا روابط در نقطه‌ای است که شاید بی سابقه است در بین ترکیه و آمریکا، بین واشنگتن و آنکارا. به نظر میرسه یک مورد دیگه ای هم که تنش ایجاد کرده مسئله هالک بانک و اینکه داستانی آمریکا گفته که این بانک تحریم های آمریکا رو نقض کرده. اینکه این بانک رو حالا دارن دنبالش میرن که تحریمش بکنن یا دادگاهیش بکنن که جریمه های سنگینی رو ازش بگیرند، جالبه از این جهت که در گذشته در ماهای قبل ما هم شاهد محاکمه یکی از رؤسای این بانک بودیم، هم اون بازداشت رضا زراب در آمریکا و شهادتش در این دادگاه. همه اینها ختم میشه به رابطه وکیل آقای ترامپ با آقای زراب و گزارش هایی که در رسانه‌های آمریکا منتشر شده مبنی بر اینکه آقای جولیانی وکیل آقای ترامپ و آقای زراب مشترکن. به آقای ترامپ خیلی اصرار می‌کرده که کمک بکنه که آقای زراب آزاد بشه یا اینکه مبادله بشه با یک آمریکایی که در ترکیه اسیر هست و کلاً پروندهش بسته بشه. بر اساس همین گزارش‌ها آقای ترامپ میپذیره و سعی می‌کنه وزیر خارجه زمان رو آقای تیلرسون راضی به یه همچین مبادله‌ای بکنه که البته آقای تیلرسون نمیپذیره. و همچنین گزارش‌هایی که همین امروز صبح منتشر شده که آقای جولیانی وکیل آقای ترامپ همچنین سعی کرده کمک کنه که آقای فتح‌الله گولن رو به ترکیه بازگردونند. سابقه این همه این ماجراها نشون از این میده که اطرافیان آقای ترامپ از زمانی که آقای فلین مشاور امنیت ملی بود که همین پرونده رو پیگیری میکرد تا حالا خیلی به منافع ترکیه نزدیک بودن، و حالا اینکه این بانک رو بیان در این مقطع زمانی پیگیرش بشن شاید برای بخشش این باشه که بخوان اون اتهامو رفع بکنن که آقای ترامپ خیلی به ترکیه نظر مثبتی داره، یا اینکه به هر حال در برابر پرونده هایی که در مورد ترکیه مطرحه این انعطاف بیش از حد نشون داده، شاید میخوان اون اتهام رو مقداری رفع بکنن. و به هر حال با توجه به بد بودن روابط این هم خودش نقطه فشار هست، با توجه که ممکنه جریمه های خیلی سنگینی ببندن به این بانک به خاطر اونچه که دور زدن تحریم های ایران در موردشون مطرح است. ممنون از بهمن کلبسی از نیویورک با ما. چند خبر کوتاه. مهسا رازانی همسر روح الله زم بنیانگذار سایت آمد نیوز میگوید مطمئن است که همسرش مطابق برنامه سفرش به بغداد رسیده و از آنجا به ایران منتقل شده. همسر روح الله زم در گفتگو با ایران وایر گفته نمیداند دلیل سفر او به عراق چه بوده، اما بعضی میگویند یک همکار آمد نیوز او را فریب داده و به بهانه دیدار با آیت الله سیستانی به عراق کشانده. اطلاعات سپاه پاسداران میگوید روح الله زم را بازداشت کرده و دو روز پیش صدا و سیمای ایران اعترافات تلویزیونی او را پخش کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام دولتی آمریکا و بدون اشاره به نام آنها گفته دونالد ترامپ فرمان اجرای عملیات سایبری علیه اهدافی در ایران را صادر کرده بود. این دو مقام گفتند این فرمان حدود یک ماه پیش و پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان صادر شد. هرچند حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، عربستان و آمریکا ایران را مسئول حمله می‌دانند. رویترز می‌گوید عملیات آمریکا نزدیک به 3 هفته پیش با هدف از بین بردن امکانات تبلیغاتی ایران انجام شد، اما جزئیات آسیب وارد شده به ایران روشن نیست. رئیس جمهوری ایران میگوید اگر در مسائل با یکدیگر بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم، راهش این است که همه پرسی انجام دهیم. حسن روحانی در سخنرانی امروز خود در دانشگاه تهران گفته بعد از 40 سال هنوز بر سر راهبرد اساسی کشور بحث وجود دارد. یک عده میگویند تعامل سازنده، یک عده میگویند تقابل، و راه رسیدن به نتیجه در این بحث پرسش از مردم است.
حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران زندانی شد. وکیل آقای فریدون به خبرگزاری ایسنا گفته پذیرش او امروز صبح در زندان اوین انجام شد. حسین فریدون به دریافت رشوه متهم بود. دادگاه اولیه او را مجرم شناخت و برایش 7 سال حبس در نظر گرفت. حکم آقای فریدون در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. صندوق بین المللی پول در تازه ترین برآورد خود از شرایط اقتصاد جهان پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5% کوچک شود. این برآورد نسبت به آنچه پیشتر درباره اقتصاد ایران انتظار می رفت بدبینانه تر است. تاثیر افت رشد اقتصادی بر زندگی مردم چیست؟ شیدا هوشمندی گزارش می دهد. چشم انداز اقتصاد ایران به روایت نهادهای بین المللی ناظر بر اقتصاد جهان چندان روشن نیست. مجادله‌های سیاسی باز هم عامل محدود کننده اقتصاد ایران است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود نتیجه می‌گیرد که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5% کوچک شود. ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی از زمان جنگ ایران و عراق. این صندوق همچنین نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را نزدیک 36% برآورد می‌کند. که نسبت به محاسبات مرکز آمار ایران خوشبینانه تر است. ارقامی که البته سیاستگزاران ایرانی کمتر از آن صحبت می کنند. رشد اقتصادی کشور که در سال گذشته منفی بود، پیشبینی های ما این است که 6 ماهه اول امسال که البته هنوز آمار نهاییش اعلام نشده، رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود. برآورد اولیه صندوق بین‌المللی پول رشد منفی 6% را برای اقتصاد ایران در سال 2019 میلادی پیش بینی کرده بود. اما حالا این برآورد حتی بدبینانه تر هم شده، چرا که محاسبات اولیه این نهاد پیش از آن انجام شده بود که ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت امسال به طور کامل معافیت‌های نفتی را برای خریداران نفت ایران لغو کند. همزمان کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش نفت و گاز به افت رشد اقتصاد ایران دامن زده. وقتی سطح درآمد پایینه، ترکیب تقاضا هم ترکیب خاصیه. یعنی مواد غذایی، نیازهای اولیه اون تقاضای غالب رو تشکیل میده. هر چی به سمت کالاهای با دوام شما حرکت میکنید، تقاضا کمتر میشه. چون درآمد جامعه به اون اندازه نیست. اما شما با تولید مواد غذایی و نیازهای اولیه که نمیتونید به رشد برسید. شما باید برید اون محصولات دیگر رو تولید بکنید که به رشد برسید. اوناست که مومنتوم رشد ایجاد میکنه. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصاد ایران تفاوت چندانی با محاسبات اخیر بانک جهانی ندارد. گزارش بانک جهانی نشان می‌داد که اقتصاد ایران 8.7% کوچک شود. البته با فرض صادرات 500,000 بشکه در روز نفت. آمار صادرات نفت ایران به صورت رسمی منتشر نمی‌شود، اما برخی منابع ردیابی تانکرهای نفت رقم فروش ایران را پایین تر از 500,000 بشکه برآورد می‌کنند. پیرو امضای برجام درآمد نفتی ایران به اندازه قابل توجهی افزایش یافت. اما از اردیبهشت پارسال که امریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های سختگیرانه تری برای صفر کردن درآمد نفتی ایران به اجرا گذاشته شد، مهمترین منبع درآمد دولت محدود شد. همزمان به افت درآمد دولت ایران و تداوم مشکلات مزمن اقتصاد این کشور، سیر نزولی شاخص‌های اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد. شیدا هوشمندی، BBC. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. رئیس جمهوری ترکیه درخواستا برای آتش بس در شمال سوریه را رد کرده و گفته حمله نظامی به مناطق کردنشین ادامه خواهد داشت. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اقتصاد ایران امسال 9.5% کوچک شود که بدتر از برآوردهای قبلی است. در ادامه برنامه، مناظره نامزدهای دموکرات آمریکا زیر سایه حملات ترکیه به کردهای سوریه. ام
انفجار در ورودی ولسوالی الیشینگ ولایت لغمان در شرق افغانستان 3 نفر از جمله 1 غیرنظامی را کشته. 30 نفر هم زخمی شدند. مقام های دولتی میگویند بیشتر زخمی ها کودک هستند. مسئولیت حمله را گروه طالبان به عهده گرفته. خبرنگار ما روین رهنوش از کابل با ماست. روین، چی بیشتر میدونیم از این حمله؟ حمله ساعت 6 صبح امروز رخ داد. حمله کننده یک خودروی بمب گذاری شده را در ساحه منفجر ساخت. گروه طالبان گفت که هدفشان از این حمله فرماندهی پلیس ولسوالی الیشینگ ولایت لغمان بوده و همینطور این گروه ادعا کرد که جسدهای 38 نفر از نیروهای امنیتی از زیر آوار بیرون آورده شدند، اما مقام های دولتی این را تایید نکردند. 24 نفر از زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند، از جمله 20 کودک دانش آموز که در زمان حمله در مدرسه دینی حضور داشتند که در نزدیکی فرماندهی پلیس موقعیت دارد. و این حمله صبح زود رخ داد و بسیاری از شهروندان هنوز از خانه هایشان بیرون نشده بودند. در غیر آن صورت این احتمال هم وجود داشت که تلفات حمله بیشتر از اینها باشد. و ولایت لغمان از جمله ولایت‌های ناامن افغانستان هست که گفته میشه که از جمله 5 ولسوالی این ولایت، 4 ولسوالی گروه طالبان جنگجویانش فعال هستند و هر از گاه دست به حملات علیه نیروهای امنیتی میزنند و یا حمله های مثل حمله امروز را راه اندازی میکنند. ممنونم از روین رهنوش از کابل با ما. ده ها دانشجوی ساکن در خوابگاه دانشگاه علم و صنعت تهران با خوردن غذای سلف سرویس مسموم شدند. رئیس مرکز اورژانس تهران شمار مسمومان را 70 نفر اعلام کرده، اما دبیر شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت میگوید تعداد آنها دست کم به 150 نفر میرسد. گزارش شده این خوابگاه دیشب صحنه اعتراض دانشجویان هم بوده. یکی از دانشجویان از مشاهدات خود میگوید: دوشنبه شب غذایی که بهمون دادن لوبیا پلو بود. من دانشجوی ارشد دانشگاه علم و صنعت هم و خوابگاه مجیدیه. غذایی که دادن لوبیا پلو بود. بعد من که خوردم، یه همون موقعی که خوردم، یعنی چند دقیقه بعدش، قشنگ احساس رفلکس و اینکه غذا دوباره داشت میومد تو دهنم و اینا پیدا کردم. بعد دیگه همون حالتهای مسمومیت دیگه، یعنی چیزی نمیتونستم بخورم و خیلی داغون بودم، اصلا نه هضم میشد نه میتونستم چیز دیگه ای بخورم و دیگه گرفتم خوابیدم و اینا. خیال میکردم که مثلا مشکل خودمه، بعد دیدم چند نفر دیگه از بچه هم همین حالت رو دقیقا دارن توی خوابگاه. بعدش هم که متوجه شدیم که بقیه خوابگاه هم گویا هستیم مسئله. بعد نتونستم غذا بخورم و یه هم حالت ضعف و اینایی داشتم. بعد این تا چیز که من حدسم این بود که به اصطلاح مسموم بوده غذا و حالا رفتم دکتر و اینا. بعد فردا شبش که میشد، یعنی دیشب سه شنبه، غذا مسمی بادمجون بوده و قیمه بادمجون. بعد چیز شد و دیگه اونو که دیگه اصلا بچه ها خیلی وضعیتشون بد شد، من اونو نخوردم خودم که ببینم که چه شکلیه. ولی دیگه اون اصلیش، مسمومیت اصلی مال بچه های چیز بود دیگه، اونایی که دیشب غذا خوردن و آمبولانس اومد و اصلا وضعیت وخیم. اورژانس تهران هم گزارش داده که مسمومیت بوده حالا اونایی که بردنشون. صدایی که از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت بود.
12 نفر از داوطلبان نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ای آمریکا دیشب برای بار چهارم مناظره داشتند. فضای این مناظره متأثر از اخبار حمله ترکیه به نیروهای کرد در شمال سوریه و تحقیقات مربوط به استیضاح رئیس جمهوری آمریکا بود. مناظره کنندگان همچنین می‌خواستند نشان دهند که ادامه ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای آمریکا خطرناک است. گزارشی داریم از سام فرزانه. فکر میکنم که این گزارش احتمالاً هنوز آماده نیست. اجازه بدی که ادامه بدی برنامه رو. تولد پیش از هفته 37 یکی از مهمترین عوامل مرگ نوزادان است. استفاده از دستگاه مخصوص نوزادان نارس میتواند جان آنها را حفظ کند، ولی ممکن است نارسایی های حرکتی در آنها ایجاد کند. حالا دانشمندان در هلند میگویند آنها 10 سال با آزمایش رحم مصنوعی روی انسان فاصله دارند. این فناوری میتواند جان بسیاری از نوزادان نارس را نجات دهد و خطر نارسایی های حرکتی را هم کاهش دهد. سوفیا بتیت زاده گزارش میدهد. آینده ای را تصور کنید که بچه ها را ماشین ها به دنیا می آورند. پژوهشگران در آمریکا در سال 2017 یک رحم مصنوعی را با موفقیت روی بره ها آزمایش کردند. اکنون گروهی از پزشکان در هلند روی نخستین رحم مصنوعی برای انسان کار می کنند. نوزاد نارس پس از به دنیا آمدن به این رحم مصنوعی پر از نوعی مایع منتقل خواهد شد. این جفت مصنوعی که از طریق بند ناف نوزاد رو به رحم مصنوعی وصل میکنه. پزشکان امیدوارند از این طریق شانس زنده ماندن نوزادان نارس را افزایش دهند. حدود 50 میلیون نوزاد نارس هر سال در جهان به دنیا می آیند که نیمی از آنها زنده نمی مانند. مانند جیمز که مادرش او را در هفته 24 حاملگی به دنیا آورد. جیمز 2 ماه بعد درگذشت. اون موقع ها تصور رحم مصنوعی مثل جادو به نظر می رسید. آرزو می کردیم که ای کاش چنین چیزی ممکن بود، ولی خب نبود. وقتی نوزاد را در دستگاه می گذارند، ماشین اکسیژن به ریه او می فرستد. اما مشکل اینجاست که بدن نوزاد هنوز برای تنفس آماده نشده. اما در یک رحم مصنوعی، نوزاد در مایع شناور است و در این محفظه دربسته می ماند تا بدنش به اندازه کافی رشد کند. این زندگی خیلی ها رو تغییر میده، چون این نوزادا زنده میمونه. دکتر اوی میگوید که تکنولوژی این کار تقریبا آماده است، اما آیا جامعه هم آماده است؟ گروهی از این طراحان در آمستردام اینا رو درست کردن تا نشون بدن که این تکنولوژی چه شکلی به نظر خواهد رسید. این بالون ها مثل رحم هستن و این لوله ها مایه هایی رو منتقل میکنن که نوزاد برای زنده موندن لازم داره. لیسا این مدل را ساخته چون معتقد است که پذیرفته شدن این تکنولوژی در جامعه به تصویری بستگی دارد که مردم از آن خواهند داشت. شما دلتون نمیخواد بچه‌تون رو تو کیسه پلاستیکی بذارید. احساس خوبی به این کار نخواهید داشت. بنابراین باید فکر طرحی باشین که به شما احساس اطمینان بده. به نظر می‌رسد که این تکنولوژی برای والدین مایه امید است، اما آیا نهایتاً آنها را در برابر تصمیمی بسیار دشوار قرار نخواهد داد؟ در حال حاضر اگر نوزادی در 22 هفتگی به دنیا بیاد، راه حلی وجود نداره و نوزاد میمیره. اما با رحم مصنوعی پدر و مادر باید تصمیم بگیرن، انگار که بگن نه، ما نمیخوایم بچه رو نجات بدیم، که این احساس رو بهشون میده که والدین بدی هستن. با وجود این نگرانی ها پزشکان برنامه ریزی کردند که رحم مصنوعی را طی 10 سال آینده روی انسان آزمایش کنند، به امید اینکه این کار زندگی میلیون ها نوزاد نارس را در سراسر دنیا نجات دهد. سوفیا بتیتزاب، بی بی سی نیوز، دی نیدرلندز. خبرگزاری رویترز میگوید دولت یمن و جدایی طلبان فردا با امضای یک توافق به درگیری با یکدیگر پایان میدهند. جدایی طلبان یمن مورد حمایت امارات هستند. از بیش از 2 ماه پیش با ورود آنها به بندر عدن اختلافهای دولت با آنها بالا گرفته. توافق بین دولت و جدایی طلبان یمن با میانجیگری عربستان به دست آمده. رویترز میگوید دلیل این اقدام احتمالاً ایجاد یک ائتلاف در برابر حوثی‌های یمن است. پلیس هلند خانواده ای را پیدا کرده که نزدیک به 10 سال در یک مزرعه دورافتاده منتظر پایان جهان بودند. پس از فرار پسر بزرگ خانواده به شهر، پدر و 5 فرزند این خانواده در مزرعه ای پیدا شدند. سیلویا لنن اسپنس گزارش میده.
چشم اندازی هموار در استان درنته هلند که تا چشم کار میکند ادامه دارد و این خانه پنهان در میان بوته ها و درختان وسط این مزرعه. هیچ کس به درستی نمیدانست چه کسی اینجا زندگی میکند و در این خانه چه خبر است. همه چیز اسرارآمیز بود تا اینکه یک نفر وارد مشروب فروشی محل شد. 5 آبجو سفارش داد و بعد درخواست کمک کرد. کاملا معلوم بود که گیجه. موها بلند، ریش کثیف، لباس کهنه و پاره. اصلا یه وضعی. آنها در فضای کوچک در خانه زندگی می کردند که می شد آن را قفل کرد. معلوم نبود که آیا آنها به خواست خودشان آنجا هستند یا نه. آنها ظاهراً سالها به تنهایی آنجا زندگی کرده بودند. غذایشان سبزیجاتی بود که می کاشتند و دامهایی که نگه می داشتند. معلوم نیست که بچه ها اصلاً مدرسه رفته باشند. حتی معلوم نیست که آیا می دانستند انسانهای دیگری هم وجود دارند یا نه. پلیس هنوز این احتمال را تایید نکرده که آنها در انتظار آخرالزمان بودند. بخشی از تحقیقات ما در مورد اینه که اینا اینجا چی کار میکردن؟ هنوز سالهای بی جواب زیادی هستن. مردی در این ارتباط بازداشت شده، هرچند که گفته میشود فرد بازداشت شده پدر خانواده نبوده. مقامات محلی میگویند که مادر بچه ها مدتی پیش فوت کرده. اعضای خانواده برای مراقبت به محلی دیگر منتقل شدند که اعلام نشده کجاست. احتمالاً در روزها و هفته های آینده جزئیات بیشتری در مورد زندگی پنهان آنها و انتظارشان برای پایان جهان منتشر خواهد شد. سیلویا لنن اسپنس، BBC نیوز. ممنون که با ما همراه هستید.